پرسیدن نحوه آشنایی با جنس مخالف رو برای ازدواج بهمون توضیح بدید. نحوه آشنایی با جنس مخالف برای ازدواج یا نه؟ نحوه برقراری ارتباط با جنس مخالف. چون اینا دوتا چیز مختلفه. ببینید آشنا شدن که تو موقعیت‌های مختلف اتفاق میفته. حتی یه جایی یه نفر میتونه معرف باشه که دو نفر با هم آشنا بشن. اما مسئله بعد از آشناییه، این که در حین آشنایی ما چگونه ارتباط برقرار کنیم تا اگه به ازدواج ختم شد انتخاب درستی باشه، این رابطه رو خوب وارسی کرده باشیم، بررسی کرده باشیم. اولین و مهمترین نکته‌ای که بهتون میخوام بگم اینه که مراقبه کنید که در یک رابطه خودتون باشید، در کمترین حالت نقش بازی کردن باشید، خود خودتون. هر چقدر من خودم باشم، یعنی از آزردگیام بگم، از آرزوهام بگم، از ترسام بگم، از احساساتم بگم، یعنی اطلاعات درستی از خودم به طرف مقابل بدم، میتونم انتظار داشته باشم او هم اطلاعات درستی از خودش به من بده. و بعد این ارتباط سالم باعث میشه ما دوتا شناخت خوبی از هم داشته باشیم. یعنی ما با نقاب هامون همدیگر رو نمیشناسیم. من برای اینکه پذیرفته بشم درباره خودم چیزایی نمیگم. یه آقای میگفتش که من با یه خانمی آشنا شدم، رفتم تو صفحه شخصی اون خانم و اطلاعاتی راجع به ایشون گرفتم. مثلا ایشون به کار هنری علاقه داشتن، به غذاهای گیاهی علاقه داشتن، به کوهنوردی علاقه داشتن، یه سری علایق و سلایق و اهداف و ایناشون رو تو صفحه شخصشون پیدا کردم. بعد که ما با هم آشنا شدیم، نزدیک شدیم، من تمام مدت سعیم این بود که خودم رو با همون وضعیتی که ایشون داشتن منطبق نشون بدم، که منم اینا رو دوست دارم، منم عاشق کوهنوردیم، منم غذای گیاهی دوست دارم، و بهش پیشنهاد میدادم با هم بریم رستوران غذای گیاهی بخوریم. ولی من این نبودم. و بعد مشکل زمانی به وجود اومد که ما به هم خیلی نزدیک شدیم، زندگی رو شروع کردیم، زندگی مشترک رو، و من دلم می‌خواست راحت باشم و علایق خودم رو زندگی کنم و با اون نقابی که به اون نشون داده بودم و حالا به دستش آورده بودم تعارض وجود داشت. یعنی من چی باید میگفتم؟ خلاصه اختلاف به وجود اومد و اختلاف خیلی شدید بود، چون بالاخره آدم یه حدی داره واسه انرژی گذاری دیگه. من تا یه جایی میتونم نقش بازی کنم، از یه جای دیگه واقعیت خودم رو باید نشون بدم و اگه نه فرسوده میشم در زندگی. خب ایشون گفتن چجوری ارتباط برقرار کنیم؟ ببین اولین نکته که من باز میخوام بهتون بگم اینه، آیا تو با خودت خوبی؟ حالت با خودت خوبه؟ یعنی اصلا خودت رو یه آدم ارزشمندی میدونی؟ خودت رو میشناسی؟ میدونی از زندگی چی میخوای؟ از زندگی مشترک چی میخوای؟ این منه کیه؟ این منه در کدوم نقاط زندگی ممکنه آسیب ببینه، عصبی بشه، حالش بد بشه؟ اگه تو خودتو بشناسی و معرفی خوبی در طول زمان از خودت به فرد مقابل داشته باشی و از او هم بخوای که این معرفی رو کنه و بازخورد به تو بده و بازخورد بده و ببینی که تو این بازخورد دادن ها عصبی نمیشی، آزرده نمیشی، فقط داری خودتو از نگاه او هم میبینی، ارزیابی میکنی، اینجاست که تو میتونی یک رابطه رو هم مدیریت کنی. یعنی من میگم قبل از ارتباط با دیگران، قبل از نقش همسری که من لازمه داشته باشم، باید این ارتباط مطلوب با خودم برقرار کنم. یعنی در تنها بودن خودم، در خلوت کردن خودم حالم خوب باشه، تو ارتباطم با دوستانم حالم خوب باشه، و بعد که فرد مقابل رو میبینم، ارزیابی میکنم، ببینم او با دوستانش چگونه است، وقتی پیش من میشینه در مورد دوستاش چیا میگه، آیا لیستی از منفیای اونا رو داره که بگه؟ پس این آدم آدمیه که خیلی آزرده میشه، خیلی چیزا رو نمیپذیره، خیلی چیزا ناراحتش میکنه، عصبیش میکنه، چون اغلب اوقات درباره کسی یا چیزی که حرف میزنه منفیه.
حالا بس اینه که توی ارتباط با او من چقدر شبیه او هستم یا نه من چقدر میتونم یه همچین آدمی رو در کنار خودم داشته باشم که بحث شناخت قبل از ازدواج به وجود میاد. یعنی ما باید شیوه های شناخت افراد رو برای انتخاب کردن یاد بگیریم و مهارت لازم داره، نیاز داره که بدونیم اصلا چه چیزهایی رو باید توجه کنیم، سوال کنیم، موضوع گفتگو قرار بدیم، دربارش حرف بزنیم، اولم از خودمون بگیم، بعد از او بپرسیم. اینکه برای این من میتونم به شما کتاب ازدواج بدون شکست رو معرفی کنم، ویلیام گلاسر، خیلی کمکتون میکنه برای اینکه بتونید ویژگی های یک شخص رو از زوایایی بشناسید و ببینید چجور آدمی رو میتونید انتخاب کنین. یا دوره شناخت قبل از ازدواج، این دوره هم تو سایتمون رو میتونه کمکتون کنه برای اینکه بتونید هم خودتون رو خوب به اون معرفی کنید، اصلا اطلاعات بدید، بعد بازخورد او رو ببینید، ببینید نسبت به واقعیت شما که همچین آدمی هستید او چه واکنشی میده، چه چیزهایی میگه، یا یه جاهایی اصلا درباره یه شخص سومی بگید، بگید یه شخصی بود، دوست من بود، همچین آدمی بود، این ویژگی ها رو داشت. چون آدم ها راجع به یه شخص دیگه راحت تر اظهار نظر میکنن و اظهار نظرشون درباره عقاید و دیدگاه هاییه که این خود فرد درباره اون داره، یعنی خودش رو معرفی میکنه. به هر حال یاد گرفتن مهارت های ارتباطی و شناخت قبل از ازدواج لازمه، ولی قبلش ارتباط مطلوب، یعنی من اصلا خودم آمادگی یک رابطه توأم با احترام، عشق و اعتماد رو دارم؟ من همچین ویژگی هایی دارم؟ اگه دارم، اگه با خودم خوبم، پس برم یه رابطه‌ام به طور جدی شروع کنم و به عنوان یه تمرین صرفا در نظر نگیرم، بلکه به عنوان یک موقعیتی که میخوام مطالعه کنم و بررسی کنم که میتونه به یه جای مطلوبی ختم بشه یا نه. رسیدن نحوه آشنایی با جنس مخالف رو برای ازدواج بهمون توضیح بدید. نحوه آشنایی با جنس مخالف برای ازدواج یا نه؟ نحوه برقراری ارتباط با جنس مخالف. چون اینا دوتا چیز مختلفه. ببینید آشنا شدن که تو موقعیت‌های مختلف اتفاق میفته. حتی یه جایی یه نفر میتونه معرف باشه که دو نفر با هم آشنا بشن. اما مسئله بعد از آشناییه، این که در حین آشنایی ما چگونه ارتباط برقرار کنیم تا اگه به ازدواج ختم شد انتخاب درستی باشه، این رابطه رو خوب وارسی کرده باشیم، بررسی کرده باشیم. اولین و مهمترین نکته که بهتون میخوام بگم اینه که مراقبه کنید که در یک رابطه خودتون باشید، در کمترین حالت نقش بازی کردن باشید، خود خودتون. هر چقدر من خودم باشم، یعنی از آزردگیام بگم، از آرزوهام بگم، از ترسام بگم، از احساساتم بگم، یعنی اطلاعات درستی از خودم به طرف مقابل بدم، میتونم انتظار داشته باشم او هم اطلاعات درستی از خودش به من بده. و بعد این ارتباط سالم باعث میشه ما دوتا شناخت خوبی از هم داشته باشیم. یعنی ما با نقاب هامون همدیگر رو نمیشناسیم. من برای اینکه پذیرفته بشم درباره خودم چیزایی نمیگم. یه آقای میگفتش که من با یه خانمی آشنا شدم، رفتم تو صفحه شخصی اون خانم و اطلاعاتی راجع به ایشون گرفتم. مثلا ایشون به کار هنری علاقه داشتن، به غذاهای گیاهی علاقه داشتن، به کوهنوردی علاقه داشتن، یه سری علایق و سلایق و اهداف و ایناشون رو تو صفحه شخصشون پیدا کردم. بعد که ما با هم آشنا شدیم، نزدیک شدیم، من تمام مدت سعیم این بود که خودم رو با همون وضعیتی که ایشون داشتن منطبق نشون بدم، که منم اینا رو دوست دارم، منم عاشق کوهنوردیم، منم غذای گیاهی دوست دارم، و بهش پیشنهاد میدادم با هم بریم رستوران غذای گیاهی بخوریم. ولی من این نبودم.
و بعد مشکل زمانی به وجود اومد که ما به هم خیلی نزدیک شدیم، زندگی رو شروع کردیم، زندگی مشترک رو، و من دلم میخواست راحت باشم و علایق خودم رو زندگی کنم و با اون نقابی که به اون نشون داده بودم و حالا به دستش آورده بودم تعارض وجود داشت. یعنی من چی باید میگفتم؟ خلاصه اختلاف به وجود اومد و اختلاف خیلی شدید بود، چون بالاخره آدم یه حدی داره واسه انرژی گذاری دیگه. من تا یه جایی میتونم نقش بازی کنم، از یه جای دیگه واقعیت خودم رو باید نشون بدم و اگه نه فرسوده میشم در زندگی. خب ایشون گفتن چجوری ارتباط برقرار کنیم؟ ببین، اولین نکته که من باز میخوام بهتون بگم اینه، آیا تو با خودت خوبی؟ حالت با خودت خوبه؟ یعنی اصلا خودت رو یه آدم ارزشمندی میدونی؟ خودت رو میشناسی؟ میدونی از زندگی چی میخوای؟ از زندگی مشترک چی میخوای؟ این منه کیه؟ این منه در کدوم نقاط زندگی ممکنه آسیب ببینه، عصبی بشه، حالش بد بشه؟ اگه تو خودتو بشناسی و معرفی خوبی در طول زمان از خودت به فرد مقابل داشته باشی و از او هم بخوای که این معرفی رو کنه و بازخورد به تو بده و بازخورد بده و ببینی که تو این بازخورد دادن ها عصبی نمیشی، آزرده نمیشی، فقط داری خودتو از نگاه او هم میبینی، ارزیابی میکنی، اینجاست که تو میتونی یک رابطه رو هم مدیریت کنی. یعنی من میگم قبل از ارتباط با دیگران، قبل از نقش همسری که من لازمه داشته باشم، باید این ارتباط مطلوب با خودم برقرار کنم. یعنی در تنها بودن خودم، در خلوت کردن خودم حالم خوب باشه، تو ارتباطم با دوستانم حالم خوب باشه، و بعد که فرد مقابل رو میبینم، ارزیابی میکنم، ببینم او با دوستانش چگونه است، وقتی پیش من میشینه در مورد دوستاش چیا میگه، آیا لیستی از منفی های اونا رو داره که بگه. پس این آدم آدمیه که خیلی آزرده میشه، خیلی چیزا رو نمیپذیره، خیلی چیزا ناراحتش میکنه، عصبیش میکنه، چون اغلب اوقات درباره کسی یا چیزی که حرف میزنه منفیه. حالا بس اینه که توی ارتباط با او من چقدر شبیه او هستم یا نه، من چقدر میتونم یه همچین آدمی رو در کنار خودم داشته باشم، که بس شناخت قبل از ازدواج به وجود میاد. یعنی ما باید شیوه های شناخت افراد رو برای انتخاب کردن یاد بگیریم و مهارت لازم داره، نیاز داره که بدونیم اصلا چه چیزهایی رو باید توجه کنیم، سوال کنیم، موضوع گفتگو قرار بدیم، دربارش حرف بزنیم، اولم از خودمون بگیم، بعد از او بپرسیم. اینکه برای این من میتونم به شما کتاب ازدواج بدون شکست رو معرفی کنم، ویلیام گلاسر، خیلی کمکتون میکنه برای اینکه بتونید ویژگی های یک شخص رو از زوایایی بشناسید و ببینید چجور آدمی رو میتونید انتخاب کنین. یا دوره شناخت قبل از ازدواج، این دوره هم تو سایتمون رو میتونه کمکتون کنه برای اینکه بتونید هم خودتون رو خوب به اون معرفی کنید، اصلا اطلاعات بدید، بعد بازخورد او رو ببینید، ببینید نسبت به واقعیت شما که همچین آدمی هستید او چه واکنشی میده، چه چیزهایی میگه، یا یه جاهایی اصلا درباره یه شخص سومی بگید، بگید یه شخصی بود، دوست من بود، همچین آدمی بود، این ویژگی ها رو داشت، چون آدم ها راجع به یه شخص دیگه راحت تر اظهار نظر میکنن و اظهار نظرشون درباره عقاید و دیدگاه هاییه که این خود فرد درباره اون داره، یعنی خودش رو معرفی میکنه. به هر حال یاد گرفتن مهارت های ارتباطی و شناخت قبل از ازدواج لازمه، ولی قبلش ارتباط مطلوب، یعنی من اصلا خودم آمادگی یک رابطه توأم با احترام، عشق و اعتماد رو دارم؟ من همچین ویژگی هایی دارم؟ اگه دارم، اگه با خودم خوبم، پس برم یه رابطه‌ام به طور جدی شروع کنم و به عنوان یه تمرین صرفا در نظر نگیرم، بلکه به عنوان یک موقعیتی که میخوام مطالعه کنم و بررسی کنم که میتونه به یه جای مطلوبی ختم بشه یا نه.